به نام ایزد منان، با سلام بر حضرت ابا عبدالله حسین و درود بر شما بینندگان عزیز، به این بخش خبری شبانگاهی خوش آمدید. من محمد محمدی به همراه همکارانم از استدیو خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما خوبان هستم. با هم نگاه بیندازیم به سرخط خبرها. گزارش سازمان ملل: ضرورت اقدامات قوی تر برای مقابله با تهدیدات سایبری در حال تحول. هنرهای سنتی و مدرن در کشمیر برای بزرگداشت اربعین حسینی به نمایش گذاشته شد. ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند با آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس اروپا. و معرفی مدلی از هوش مصنوعی که مانند انسان قادر به استدلال است. آژانس مخابرات سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود که روز پنج شنبه منتشر شد، علی‌رغم اشاره به پیشرفت‌های جهانی در زمینه امنیت سایبری، خواستار اقدامات قوی‌تر برای مقابله با تهدیدات سایبری در حال تحول شد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. شاخص جهانی امنیت سایبری نشان دهنده یا پیشرفت‌های چشمگیری است که برخی از این پیشرفت‌ها قابل توجه‌تر از دیگران است. 46 کشوری که در رتبه‌های اولیه قرار گرفتند، برای دیگر کشورها به عنوان الگو معرفی شدند که نشانگر تعهد قوی آنها در هر 5 ستون امنیت سایبری می‌باشد. شاخص جهانی امنیت سایبری اتحادیه بین المللی مخابرات GCI 2024 تأکید کرد که در حالی که کشورها از زمان آخرین شاخص در سال 2021 پیشرفت‌های قابل توجهی در بهبود اقدامات امنیت سایبری داشته‌اند، همچنان نیاز به هوشیاری مداوم حیاتی است. این گزارش تأکید می‌کند که به گفته دبیر کل این آژانس دورین بوگدان مارتین، ایجاد اعتماد در دنیای دیجیتال ضروری است. وی در ادامه افزود پیشرفتی که در شاخص جهانی امنیت سایبری مشاهده می‌شود، نشانه ای بر این نکته مهم است که باید همچنان بر تلاش‌ها برای اطمینان از اینکه همه در همه جا بتوانند به طور ایمن و مطمئن تهدیدات سایبری را در چشم‌انداز دیجیتال روزافزون پیچیده امروز مدیریت کنند تمرکز کنیم. گزارش GCI 2024 از یک تحلیل 5 سطحی برای ارزیابی پیشرفت کشورها در تعهدات امنیت سایبری استفاده کرده که ستونهای قانونی، فنی، سازمانی، توسعه ظرفیت و همکاری را پوشش می‌دهد. این گزارش همچنین اشاره کرده که منطقه آفریقا بیشترین پیشرفت را در امنیت سایبری از سال 2021 داشته است. در این گزارش همچنین تأکید شده که اقدامات قانونی به عنوان قوی ترین ستون امنیت سایبری برای اکثر کشورها وجود داشته، اما در 177 کشور مقررات در زمینه حفاظت از داده های شخصی، حفاظت از حریم خصوصی یا اطلاع رسانی نقص دارند. علاوه بر این گزارش عنوان کرد که 139 کشور تیم‌های پاسخگویی به حوادث رایانه‌ای فعال دارند که برای امنیت سایبری ملی ضروری تلقی می‌شوند. همچنین افزایش استراتژی‌های امنیت سایبری ملی در 132 کشور که تا سال 2024 دارای استراتژی هستند، در مقایسه با 107 کشور در سال 2021 پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. علاوه بر این 152 کشور اقدامات آگاهی بخشی سایبری را برای بهره‌مندی و آگاهی عموم مردم از جمله گروه‌های آسیب پذیر و کم نماینده برای ایجاد فرهنگ امنیت سایبری انجام دادند.
این گزارش به کمبودهایی در اجرای تدابیر محافظت از کودکان در فضای آنلاین نیز اشاره کرده و بیان می‌کند که با وجود اینکه 164 کشور قوانینی مرتبط با حفاظت از کودکان در فضای مجازی دارند، تنها 94 کشور استراتژی‌های اجرایی مرتبط را گزارش دادند. تهدیدات سایبری مانند حملات باج‌افزاری، نقض‌هایی که صنایع اصلی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، خاموشی‌های پرهزینه سیستم و نقض حریم خصوصی به عنوان نگرانی‌های اصلی در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است. این گزارش هشدار داد که حملات سایبری به عنوان پنجمین خطر احتمالی برای ایجاد بحران جهانی در سال 2024 دیده می‌شود. این گزارش همچنین نتیجه گیری کرد که قطعی‌های فنی اخیر جهانی، وابستگی جهان به زیرساخت دیجیتال و همچنین نیاز به انعطاف پذیری را بیشتر نمایان کرد. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران همراه ما هستند. سلام و شب بخیر آقای دکتر الفت، لطفاً دیدگاه خودتون رو در رابطه با گزارش سازمان ملل در خصوص ضرورت اقدامات قوی‌تر برای مقابله با تهدیدات سایبری در حال تحول بیان بفرمایید. سلام عرض کنم خدمتتون و خدمت بینندگان محترم. امنیت سایبری چیز جدیدی نیستش و این گزارشی هم که الان سازمان ملل منتشر کرده تغییر خاصی نخواهد داد. به هر حال از اون زمانی که کاربرد فناوری اطلاعات شروع شد، حالا توی ایران مثلا از سال 74-75 باید به صورت جدی شکل گرفت و دسترسی های عمومی بیشتر شد. مثل هر آن چیزی که وقتی بهش دسترسی ایجاد میشه برای مقاصد مختلف کار گرفته میشه، این آسیب در حوزه فضای مجازی و حوزه سایبری هم شکل گرفت. حالا یک اتومبیل براش از دزدی استفاده میشه، حالا شما فرض کنید این زیرساخت رو در فناوری اطلاعات این کار بکنن. یک دسترسی ساده تر، دو نسل جدید که شاید با اخلاق مقداری فاصله بیشتری دارن بهتر از این استفاده میکنن. شکاف مهارتی و اون شکاف دیجیتالی که تو بحث WIC سالا خیلی مطرح شد در اینجا باعث میشه که یک عده‌ای از به عبارت مردم احساس برتری بکنن و این برتری رو بخوان به رخ بکشن، یا این رو برای سرگرمی انجام بدن یا زیاده خواهی، یا خب صدمات متفاوتی رو هم به جامعه و به اقتصاد و حتی به سیاست و حوزه فرهنگ، حالا همه چی و حتی هنر هم ایجاد کنه. مثلا دیپ فیک هستش، بحث فیشینگ هستش، معاملات غیرقانونی هستش، بحث کودکان هستش برای اینکه حالا آزار و اذیت و یا اطلاعات نامناسب به دستشون برسه، باج‌خواهی هستش، نفوذ به سیستم هستش، سرقت اطلاعات هستش. اینا شکل گرفته و عملا وجود داره. تو کنفرانس داووس هم به این به صورت بسیار کلیدی اشاره شد و علل خصوص با توجه به اینکه هوش مصنوعی هم الان داره به عنوان یک ابزار مهم در اقتصاد و کارکرد آینده دنیا وارد میشه، نگرانی ها رو خب به مراتب بیشتر کرده. در کنفرانس داووس هم گزارش دادن که خب گزارش بسیار نگران کننده بود که یک سوم سازمان ها در سراسر جهان در سال 2023 متاسفانه مورد حمله و ضرر و زیان از حوزه امنیت سایبری قرار گرفتن. امنیت سایبری در ابتدای کار توی کشوری مثل ما هم موارد لوکسی تلقی می شدش، ولی یه مشکل بزرگی همیشه وجود داره، اونی که توی 5 تا قاعده امنیت رهورت سایبری در جهان مدنظر قرار گرفته. بحث به عبارت قانونیش، خب قانون رو دارم میذارم، فنیشه که در مورد فنیش هم توصیه هایی میدن، مثلا ایزو 27001 یک استاندارد توسعه ظرفیت بدن، همکاری کنن با اینا، همه اتفاق بیفته. ولی گزارش هایی هم که سازمان ها ملل و سازمان دیگه دریافت کردن یه سری گزارشات روی کاغذه. بله. آیا واقعا اینا اتفاق افتاده؟ ما در کشور خودمون در ایران میدونیم که سرتیفیکیت هایی که گرفته میشه بابت اینکه این کارا انجام شده اتفاق نیفتاده.
و یک عددی در دنیا هستش، میگن اگر بابت توسعه یک سیستم یک اپلیکیشن دارید شما این ریال هزینه میکنید، باید دو این ریال هم یا دو این دلار هم بابت امنیتش هزینه میکنید. متاسفانه در نظر گرفته نمیشه و صدماتی هم که میزنه با توجه به سرعت توسعه این سیستم صدمات بسیار جبران ناپذیریه. تو گزارش هم گفته شدش اختلالی که اتفاق افتاده شده در ویندوز و اون بحث فروگاه و غیر و زالک در اخیر نشون داده است این روزه به راحتی قابل گذشت است و دنیا باید بهش توجه بیشتری کنه و متاسفانه این هزینه های زندگی دیجیتال رو هم افزایش خواهد. بله، متشکرم که با ما بودید. دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مسجد کوبه که به مسجد معجزه نیز معروف است، در میان مسلمانان و غیر مسلمانان ژاپن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به عنوان نماد مقاومت شناخته می شود. گفتنی است این مسجد در سال 1935 توسط مسلمانان تاتار و هندی که در شهر کوبه ساکن شده بودند ساخته شده است. لازم به ذکر است یکی از وظایف اصلی مسجد کوبه ایجاد پل‌های مستحکم برای پیوندهای فرهنگی و احترام متقابل بین ژاپنی‌ها و مسلمانان است که با برگزاری رویدادهای ماهانه به منظور معرفی عبادت اسلامی سبب گسترش و تقویت ارزش‌های دینی می‌شود. دولت هلند روز گذشته اعلام کرد قصد دارد اقداماتی را برای محدود کردن مهاجرت در ماه‌های آینده اجرا کند که از جمله این اقدامات توقف کلیه درخواست‌های جدید خواهد بود. گفتنی است این تصمیم چند روز پس از آن اعلام می‌شود که آلمان کنترل مرزهای جدیدی را برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی آغاز کرد. دولت جدید هلند برای معضل پناهندگی وضعیت بحران ملی اعلام کرده و این وضعیت به دولت امکان می‌دهد اقداماتی را برای مهار مهاجرت بدون موافقت پارلمان انجام دهد. جاری شدن سیل در یمن زندگی بیش از 500,000 نفر را تحت شعاع قرار داده و بیش از 100,000 هکتار از اراضی این کشور را تخریب کرده و به تلف شدن 279,000 رأس دام منجر شده است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از شرق الاوسط، خسارات وارده به بخش‌های حیاتی در یمن در نتیجه سیل‌های ماه گذشته این کشور به تولیدات کشاورزی و دامی نیز سرایت کرده، به طوری که سازمان ملل اعلام کرده است حدود 100,000 هکتار از زمین‌های کشاورزی نابود و 279,000 رأس دام تلف شده یا آسیب دیدند. از سوی دیگر گزارش سازمان خاربار کشاورزی فاو در خصوص تأثیر سیل‌های اخیر بر بخش کشاورزی یمن حکایت از آن دارد که بارندگی‌های شدید این کشور در ماه اوت گذشته در آستانه فصل پاییز خسارات شدیدی به جوامع و اراضی کشاورزی یمن در ارتفاعات غربی و مناطق کم ارتفاع وارد کرده است. بیمارستان و مرکز تحقیقات تخصصی قلب ملک فیصل در عربستان سعودی اولین عمل جراحی قلب کاملا روباتیک را انجام داد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از اورشلیم پست، این عمل جراحی زیر نظر دکتر فراز خلیل رئیس بخش جراحی قلب و مدیر جراحی روباتیک انجام شد. لازم به ذکر است این گروه جراحی قبل از انجام عمل جراحی روی نوجوان 16 ساله‌ای که نارسایی قلبی داشت طی 3 روز 7 بار این عمل جراحی را به شکل مجازی تمرین کردند. بر اساس کشف جدید پزشکان ترکیه‌ای در دانشگاه‌های پزشکی آمریکا، پیش‌بینی دقیق‌تر طول زندگی و درمان مؤثرتر بیماران دچار تومور مغزی ممکن خواهد شد. دکتر اقدس سلین هارمانجی، استادیار دانشگاه پزشکی بایلور و دکتر عارف ازگون هارمانجی، عضو هیئت علمی دانشگاه تگزاس، به همکاری چندین همکار دیگر خود از ترکیه
موفق به یافتن روشی برای شناسایی بهتر سلول‌های سرطانی و پیشبینی دقیق‌تر طول زندگی بیماران مبتلا به تومور مغزی شدند. گفتنیست به گفته سرین با این روش میتوان تغییرات مولکولی بیماران را پیگیری کرد و بدین ترتیب نیز امکان توسعه داروهای ویژه هر بیمار وجود دارد. در ادامه نگرانی ها از وضعیت افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور، به تازگی دبیر کل سازمان ناتو گفته است که وضعیت کنونی در افغانستان دردناک و فاجعه بار است. همزمان گروهی از فعالان حقوق بشر نیز در یک بیانیه گفتند که طالبان به نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایت های ضد بشری ادامه می دهند. این اتحادیه گفته است طالبان نقض حقوق بشر را در افغانستان پیش از هر کشور دیگری آغاز کردند. سازمان بهداشت جهانی در پاسخ به افزایش مبتلایان به آبله میمونی در آفریقا اولین مجوز خود را برای استفاده از واکسن ضد MPOX برای بزرگسالان اعطا کرد. در همین راستا تدروس آدهانوم گیبریسوس رئیس آژانس بهداشت سازمان ملل متحد خواستار افزایش فوری تدارکات، کمک‌های مالی و گسترش توزیع واکسن در مناطق مورد نیاز شد. بر اساس گزارشات رسیده تا کنون 107 مورد مرگ و میر جدید در این کشور و 3160 مورد جدید ابتلا در هفته گذشته ثبت شده است. 1 میلیاردر آمریکایی به نام جورد آیزاکمن اولین فرد غیر حرفه‌ای شد که در یک پیاده روی فضایی با نمای شگفت انگیز از کره زمین شرکت کرد. پیاده روی فضایی به عنوان یکی از خطرناکترین فعالیت هایی که یک فضانورد می تواند در مدار زمین انجام دهد شناخته می شود. جورد آیزاکمن میلیاردر 41 ساله پس از خروج از کپسول فضاپیمای SpaceX نام خود را در فهرست کوچک افرادی ثبت کرد که موفق به انجام پیاده روی فضایی شدند. فهرستی که تا پیش از این فقط شامل فضانوردان حرفه‌ای بود. تحقیقات جدید در کالیفرنیا که بر روی چندین نسل از خانواده‌های مکزیکیال اصل ساکن کالیفرنیا انجام شد، نشان می‌دهد نوجوانانی که در خانواده‌های حامی و عاطفی بزرگ شدند، بزرگسالانی مهربان‌تر هستند. بر اساس این تحقیقات، نوجوانی که از حمایت عاطفی خانواده و دوستان برخوردار باشد، در بزرگسالی فردی مهربان، اجتماعی و همدل می‌شود که می‌تواند آینده ایدئال را رقم بزند. نویسنده اصلی مطالعه پول هستینگرز، استاد روانشناسی در دانشگاه کالیفرنیا دیوسیس، طی اظهاراتی گفت این گروه از نوجوانان در بزرگسالی همدلی و مثبت‌اندیشی را نسبت به دیگران نشان می‌دهند و ما باید به جوانان کمک کنیم تا به عنوان بزرگسالانی مهربان و مثبت‌اندیش تربیت شوند. تحقیقات نشان می‌دهد که کووید 19 می‌تواند تأثیرات قابل توجه و طولانی مدتی بر سلامتی مغز داشته باشد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از بلومبرگ، دانشمندان میگویند تأثیر کووید با علائمی مانند مه مغزی، افسردگی و کندی شناختی که ممکن است نشانه های اولیه از افزایش بیماری های زوال عقل و دیگر اختلالات روانی باشند مورد مطالعه قرار میگیرد. مطالعات به آسیب‌های مغزی و اثرات پیری به ویژه در ناحیه بویایی حتی در موارد خفیف اشاره دارند. تأثیرات کووید شامل خطرات احتمالی برای ابتلا به بیماران پارکینسون و تشدید علائم بیماری آلزایمر نیز است. هفته گذشته 12th دوره نمایشگاه بین المللی هنرهای تجسمی مشق اربعین در مرکز هنرهای کشمیر افتتاح شد.
این رویداد هنری سالانه به مناسبت 40 شهادت امام حسین علیه السلام برگزار می شود و هنرمندان از سراسر جهان با خلق آثاری بدیع ارادت خود را به آن حضرت ابراز می دارند. توجه شما را به دیدن گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده جلب می نمایم. نمایشگاه بین‌المللی هنر مشق 40 در کشمیر به مناسبت 40 حسینی آغاز به کار کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی این نمایشگاه هنری با حضور هنرمندان بین‌المللی و با هدف به تصویر کشیدن مفاهیم مرتبط با 40 و عاشورا از طریق هنرهای تجسمی، خوشنویسی و عکاسی برگزار شده است. این نمایشگاه که هر ساله با آغاز ماه صفر در مرکز هنرهای کشمیر برگزار می شود، فرصتی برای هنرمندان ایجاد می کند تا از طریق آثار هنری خود به تبیین مفاهیم حزن و سوگواری برای امام حسین علیه السلام بپردازند. هدف اصلی این نمایشگاه استفاده از هنر به عنوان ابزاری برای ابراز ماتم اندوه برای امام حسین علیه السلام است که تأثیر گذارتر از روش‌های سنتی مانند شعر و مرثیه خوانی بوده و احساسات بازدید کنندگان را به گونه ای عمیق‌تر و متفاوت‌تر برمی انگیزد. این نمایشگاه به 4 بخش اصلی خوشنویسی، هنرهای تجسمی، عکاسی و شعر تقسیم شده است. در بخش خوشنویسی آیاتی از قرآن و جملات عربی به زیبایی خطاطی شده بودند که هم از نظر بصری دارای جذابیت بوده و هم حاوی مفاهیم عمیق معنوی بودند. به باور هنرمندان در نگارش و خلق چنین مفاهیمی روح انسان باید پاک و خالص باشد تا بتواند معنای حقیقی پیام عاشورا را به مخاطب منتقل کند. نکته جالب توجه در این دوره از نمایشگاه استفاده از فناوری هوش مصنوعی در بخش عکاسی بود. هنرمندان با استفاده از تکنیک های نوین دیجیتال تصاویری نوآورانه از مفاهیم عاشورایی خلق کردند که بازتابی از تغییر احساسات و درک مفاهیم عاشورا در دنیای مدرن است. این نمایشگاه هنری نه تنها یادآور وقایع کربلا است بلکه بر تجربیات و احساسات زائران 40 در دنیای امروز نیز تمرکز دارد و به عنوان پلی بین گذشته و حال بازدید کنندگان را به تأمل در مورد ارتباط معنوی با امام حسین علیه السلام و حادثه کربلا فرا می‌خواند. با آغاز سال تحصیلی جدید در بسیاری از کشورهای اروپایی دولت‌ها و مسئولان آموزشی با اشاره به افزایش حواس پرتی دانش آموزان، کاهش عملکرد تحصیلی و افزایش موارد آزار و اذیت سایبری تصمیم به محدود کردن دسترسی دانش آموزان به تلفن همراه در محیط مدرسه گرفتند. همکارم در گزارش خود این موضوع را بررسی نموده که توجه شما را به دیدن آن جلب می نمایم. با آغاز سال تحصیلی جدید در اروپا بسیاری از کشورها استفاده از تلفن هوشمند در مدارس را ممنوع کردند تا با معضلاتی مانند اعتیاد به صفحه نمایش و خشونت سایبری مقابله کنند. این روند در کشورهای مختلف اروپایی در حال گسترش است با این هدف که بهبود عملکرد آموزشی و کاهش حواس پرتی های دانش آموزان را فراهم کند. در مجارستان تصمیم اخیر برای ممنوعیت استفاده از تلفن های هوشمند در مدارس با اعتراضات گسترده‌ای از سوی معلمان، والدین و دانش آموزان مواجه شده است که این اقدام را روشی کهنه و غیر ضروری می دانند. اما با این حال بسیاری از کشورها با هدف کاهش استفاده از زور بین همسالان و افزایش کارایی آموزشی این ممنوعیت را اجرایی کردند، به ویژه آنکه اکثر مدارس از لپتاپ ها برای تدریس استفاده می کنند که نیاز به اتصال به دنیای دیجیتال را برطرف می کند. در هلند این ممنوعیت از مدارس ابتدایی به مدارس متوسطه نیز گسترش یافته است، چرا که دولت نگران است که تلفن‌های هوشمند باعث حواس پرتی دانش آموزان شده و نتایج امتحانات آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. البته در برخی موارد
استثناهایی برای اهداف آموزشی، مسائل بهداشتی یا دانش آموزانی با معلولیت‌های جسمی در نظر گرفته شده است. مدارس فرانسوی زبان بلژیک نیز از سال تحصیلی 2024 تا 2025 استفاده از تلفن‌های هوشمند را ممنوع کردند. این تصمیم پس از افزایش گزارش‌هایی از سوء استفاده دانش آموزان از گوشی‌ها برای انتشار تصاویر همکلاسی‌های خود در شبکه‌های اجتماعی و افزایش موارد آزار و اذیت اتخاذ شده است. در یونان دانش آموزان موظف شدند که تلفن‌های خود را در کیف‌هایشان نگه دارند و استفاده از آنها در کلاس‌ها ممنوع است. همچنین فرانسه نیز در 200 مدرسه برنامه آزمایشی را اجرا کرده که دانش آموزان تلفن‌های خود را در کمد قفل کنند و در صورت موفقیت این برنامه در سراسر کشور تا سال 2025 اجرا خواهد شد. کشورهایی مانند آلمان، لهستان، دانمارک، پرتغال و کرواسی به مدارس اجازه دادند که سیاست‌های خود را در مورد استفاده از تلفن‌های هوشمند تنظیم کنند. بسیاری از این مدارس تصمیم به اعمال محدودیت‌های مشابه گرفتند تا محیط آموزشی را متمرکز و بدون حواس پرتی حفظ کنند. شرکت اوپن ای آی به تازگی از محصول جدید خود با نام 01 در عرصه هوش مصنوعی رو نمایی کرده است. این فناوری توانایی انجام استدلال‌های پیچیده را دارد و می‌تواند مسائل دشوار در زمینه‌های چون ریاضیات، برنامه‌نویسی و علوم را حل کند. به گفته میرا مراتی، مدیر فناوری اوپن ای آی، یکی از ویژگی‌های برجسته این مدل، مشاهده گام به گام فرایند تفکر و حل مسئله توسط هوش مصنوعی است. او همچنین تأکید کرد که 01 توانسته در آزمون‌های بین‌المللی المپیاد ریاضی نتایج بسیار قابل توجهی کسب کند و به 83% امتیاز دست بیاورد. این در حالی است که مدل‌های قبلی مانند چت جی پی تی 40 تنها 13% امتیاز داشتند. این دستاورد نشان دهنده پیشرفت قابل توجهی در حوزه هوش مصنوعی است، به ویژه در زمینه‌هایی که نیاز به تحلیل و استدلال عمیق دارند. معرفی این محصول می‌تواند مسیر جدیدی در کاربردهای هوش مصنوعی ایجاد کند و به توسعه فناوری‌های پیشرفته‌تری منجر شود که در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش، صنعت و پژوهش به کار گرفته شوند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. گزارش سازمان ملل ضرورت اقدامات قوی‌تر برای مقابله با تهدیدات سایبری در حال تحول. هنرهای سنتی و مدرن در کشمیر برای بزرگداشت اربعین حسینی به نمایش گذاشته شد. ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند با آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس اروپا و معرفی مدلی از هوش مصنوعی که مانند انسان قادر به استدلال است. بینندگان گرامی، به پایان بولتن خبری امشب رسیدیم. از اینکه با ما در این بخش خبری شبانگاهی همراه بودید متشکرم. شب همگی شما بخیر. خدای دو جهان نگهدارتان باد. اللهم عجل لولیک الفرج.